در این برنامه می‌خوایم در ادامه جستجوی خودمون در مورد نحوه ورود خمینی به ایران روی سالهای آخر قبل از انقلاب متمرکز بشیم. در برنامه گذشته گفتیم که عوامل متعددی راه خمینی رو برای رسیدن به کرسی ولایت باز کردند. یکیش ضربه اپورتونیستی به مجاهدین بود که مفصل تو برنامه گذشته صحبتش رو کردیم که باعث شد برای یک دوره سازمان مجاهدین متلاشی بشه. به این ترتیب خمینی که تا قبلش در انزوا در عراق بود فرصت پیدا کرد که روی موج انقلاب ضد سلطنتی مردم که خواست اصلیش آزادی بود سوار بشه. البته این فرصت با انتخابات آمریکا و اومدن کارتر در پست ریاست جمهوری براش فراهم شد. Because we are free, we can never be indifferent to the fate of freedom elsewhere. Our moral sense dictates a clear-cut preference for those societies which share with us an abiding respect for individual human rights. کارتر در روز 30 دی 1354 سوگند خورد. اتفاقی که به هیچ وجه با به تبع شاه نبود. چون شاه در جریان انتخابات آمریکا در اون سال به رقیب کارتر یعنی فورد 120 میلیون دلار کمک کرده بود. علتش هم این بود که شاه از اینکه کارتر پیگیر اصلاحات در ایران بشه نگرانی داشت. این نگرانی بیدلیل نبود. شعار کارتر در سیاست خارجیش حمایت از صلح و حقوق بشر بود که بعدها به سیاست حقوق بشر کارتر هم معروف شد. چون کارتر فکر میکرد که اگر همپیمانان آمریکا در زمینه حقوق بشر اصلاحاتی انجام بدند، این میتونه مانع از وقوع انقلاب توی این کشورها بشه. به همین دلیل شاه زیر فشار قرار گرفت که میزان سرکوب رو کاهش بده و حتی کنگره آمریکا خواهان این شد که فروش اسلحه به ایران به بهبود وضعیت حقوق بشر مشروط بشه. مطبوعات غربی و سازمان‌های بین‌المللی هم شروع به انعکاس وضعیت وخیم حقوق بشر و جنایات ساواک کردند که شاه به وضوح از این وضعیت آشفته بود. I asked the Shah about the continuing reports of torture inflicted by his Savak upon so many of his citizens. Now, when an outfit like the International Commission of Jurists comes here and then comes out with a report saying that in spite of what you say, Your Majesty, torture continues. How do they know? Well, they can't continue saying this. Well, they talk about psychological and physical torture. Physical, I don't believe. I talked not anymore. Maybe in the old days, maybe. I talked just today to a man whom I believe who told about torture. How many years ago? Within, I want to be very careful, not yesterday. Ah, well, maybe. I don't know. The word has gone out to stop it. To stop what? Torture. But a long time ago, yes. How long ago? Well, I won't tell you, as you don't tell me. Well, why do you need a Savak at all? Why do you need this secret police? Why? Everybody has. Who hasn't got a secret police? If you tell me one country, one respectable country, respectable could be obviously determined later as a word, but who hasn't got it? از اونجایی که حکومت شاه یک دیکتاتوری وابسته بود، برای ادامه نظامش به حمایت‌های سیاسی و نظامی آمریکا نیاز داشت. بنابراین شاه مجبور شد برای راضی کردن آمریکا به برخی تغییرات تن بده و شلاق و اعدام رو کنار بذاره. این تغییرات از اواخر سال 1355 با آزاد کردن برخی زندانیان سیاسی و اجازه دادن به صلیب سرخ برای بازدید از زندان‌ها آغاز شد. و در سال 56 هم با آوردن جمشید آموزگار به عنوان نخست وزیر ادامه پیدا کرد. شاه فکر میکرد با کمی اصلاحات مثل انقلاب سفید سال 3941 میتونه این موج فشار رو رد کنه. ولی برای مخالفین شاه روشن شده بود که شاه از روی ضعف حکومتشه که به خواست آمریکا تن داده. On dit majesté que vous êtes arrivé au pouvoir avec l'appui des Américains. On dit aussi que ce sont les Américains qui vous ont poussé à entamer cette politique de libéralisation. Les Américains sont-ils toujours à vos côtés aujourd'hui?
Il y a 25 ans, lorsque le peuple s'est soulevé pour me rappeler, des femmes, même voilées, des enfants, des vieillards, tout le monde a participé. Paraît-il, d'après ce qui a été publié ensuite, les Américains prétendent avoir dépensé 60 000 dollars pendant ces deux journées fatidiques, il y a 25 ans. Bien, si avec 60 000 dollars, vous pouvez faire une révolution, eh bien, c'est à vous d'y croire ou pas. همونطور که میبینید شاه حتی توی این مصاحبه هم نمیتونه این واقعیت رو تکذیب کنه که تغییراتی که ایجاد کرده به خواست آمریکا بوده. البته ناگفتم نمونه که اون چیزی هم که شاه ازش به عنوان قیام مردمی یاد میکنه در تاریخ ایران به اسم کودتای ننگین 28 مرداد ثبت شده که دو دهه بعد از همین مصاحبه شاه وزیر خارجه وقت آمریکا به حمایت آمریکا از این کودتا علیه مصدق اذعان کرد و تلویحاً به همین خاطرم از مردم ایران معذرت خواهی کرد. In 1953, the United States played a significant role in orchestrating the overthrow of Iran's popular prime minister Mohammad Mossadegh. The Eisenhower administration believed its actions were justified for strategic reasons, but the coup was clearly a setback for Iran's political development. And it is easy to see now why many Iranians continue to resent this intervention by America in their internal affairs. Moreover, during the next quarter century, the United States and the West gave sustained backing to the Shah's regime. حالا سوال. خب اگر شاه حتی زیر فشار آمریکا واقعا سرکوب رو کنار گذاشت و اصلاحات انجام داده بود، پس چرا هنوز مردم مرگ بر شاه میگفتن و برعلش انقلاب کردن؟ همونطور که گفتیم شاه اصلا خودش با این اصلاحات موافق نبود، بلکه این اقدامات رو فقط برای بهبود چهرش نزد طرف حساب‌های خارجیش انجام میداد. ضمن اینکه اقداماتی که شاه به خواست آمریکا انجام میداد با خواسته های مردم خیلی فاصله داشت، چون اصل دعوای انقلابیون با شاه بر سر نوع حکومتش بود، یعنی دیکتاتوری سلطنتی که فاقد مشروعیت بود. آخه به چه دلیل؟ یکی باید بیاد ثروت مملکت رو به جیبش بریزه، تاج و تختی برای خودش درست بکنه، همه امور و قوای مملکت هم توی دستش باشه، در حالی که اصلا به رأی مردم گذاشته نشده، اصلا در هیچ انتخاباتی توسط مردم انتخاب نشده. بعد هم حکومت تا ابد دست این فرد باشه، وراثتی هم نسل اندر نسل به پسرش منتقل بشه، توی خانواده ایشون بمونه. که چرا؟ دلیلش چیه؟ یعنی اصل دعوای مردم و نیروهای انقلابی با شاه بر سر این بود که شاه هم هرگز از این کوتاه نمی اومد. ضمن اینکه شاه نه تنها تا روز آخر حکومتش ذره ای از ثروت و قدرت خودش کوتاه نیومد، بلکه جا به جا با ایجاد حکومت نظامی و شلیک به مردم برخلاف اون به اصطلاح اصلاحات به ریختن خون مردم ادامه داد. امروز دولت از نظر وظیفه‌ای که بر عهده دارد به درخواست مقامات محلی حکومت نظامی به مدت یک ماه در اصفهان اعلام کرد که دولت وظیفه خود می‌داند با کمال قدرت جلوی این آشوبگری‌ها را بگیرد. دولت همه اقدامات لازم را برای دستگیری و مجازات قانونی خرابکاران و آشوبگران خواهد کرد. دولت شاهنشاهی ایران به منظور ایجاد رفاه مردم و حفظ نظم از ساعت 6 صبح روز جمعه 17 شهریور ماه 1357 مقررات حکومت نظامی را به مدت 6 ماه در بعضی از شهرهای کشور اعلام نموده. طبعاً پاسخ خشونت آمیز سربازان شاه به مردم معترض و رگبار بستن تظاهرات مردمی راهی برای تفاهم با شاه باقی نمیذاشت، بلکه برعکس
نفرت عمومی از شاه رو افزایش میداد. در واقع شاه با این سیاست دوگانه که از یک طرف توی زندانها اعدام و شکنجه رو از اواخر سال 55 کنار گذاشت و از طرف دیگه در خیابان تلاش میکرد با حکومت نظامی و با شلیک به مردم اعتراضات رو مهار کنه، نموفق شد حمایت آمریکا رو برای دفاع از حاکمیتش کسب کنه و نتونست رضایت مردم رو به دست بیاره. خب تو اون روزگار خمینی چی کار میکرد؟ خمینی که همچنان در عراق به سر میبرد متوجه شد که این فضا بهترین فرصت برای ورود به عرصه سیاسی ایرانه. در آبان سال 56 پسر بزرگ خمینی یعنی مصطفی خمینی در نجف مرد. خمینی هم که در فرصت طلبی مهارت داشت، در یک سخنرانی به مناسبت مرگ پسرش رهنمودهایی رو برای آخوندهای داخل کشور فرستاد که بله الان بهترین فرصته که کنترل اوضاع رو به دست بگیرن. امروز یک فرجه پیدا شده، این فرصت را غنیمت بشمارند آقایان، بنویسند، اعتراض کنند. الان نویسندهای احزاب دارن می نویسند، اشکال می کنند، شما هم بنویسید. من خوف آن دارم که خدایی نخواسته این فرجه از دست برود. ما دیدیم که چندین نفر اشکال کردند و کسی هم کارشان نداشت. خمینی همچنین خودش شروع به صدور اعلامیه‌هایی بر علیه شاه کرد که این اعلامیه‌ها در ایران هم توضیح می‌شد. به این ترتیب خمینی پشت سر حرکت مردم محتاطانه پیام‌هایی رو به داخل ایران می‌فرستاد. البته هنوز خمینی خیلی شناخته شده نبود و خیلی‌ها نمی‌دونستن که این کسی که داره این پیام‌ها رو میده دقیقاً کیه. I think most older Iranians knew his name. But a lot of younger ones had not heard it. اولین بار که من اسم خمینی رو شنیدم در تبریز بود، حدود بهمن 56. شنیدم مردم شعار میدادن درود بر خمینی و پرسیدم اون کیه. فکر میکنم خیلی از مسنترها خمینی رو میشناختن، اما جوانترها نه. من از خیلی از جوانها میپرسیدم و کسی نمیدونست اون کیه. پس چجوری شد که عکس خمینی یک دفعه تو راهپیمایی ها علیه شاه همه جا دیده میشد؟ آخه این اتفاق که یک شبه رخ نداد، در واقع چند پارامتر دست به دست هم داد. یکی شبکه گسترده آخوندی که در سراسر ایران گسترده بودند و کنترل مساجد و مراسم سنتی رو در دست داشتند و خمینی از طریق اونها میتونست خودش رو همه جا تبلیغ کنه. پارامتر دوم زد و بندهای پشت پرده بود که بعد از سفر خمینی به فرانسه انجام گرفت. یعنی قدرت‌های بین‌المللی از طریق واسطه‌هایی با خمینی قراردادهایی بستند که هم تبلیغش کنند و هم راهش رو برای بازگشت به ایران فراهم کنند. اینکه حالا خمینی به اون قرارداد چیکار کرد بمونه برای بعد. نکته سوم هم عکس العمل‌های شاه بود که خودش بیشترین تبلیغ رو برای خمینی انجام داد. اینها عوامل مهمی بود که در برنامه بعد مفصل‌تر بهش خواهیم پرداخت. فعلا خدا نگهدار شما.